سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو قرار راجع به عجیبترین شغل های جهان که نسبتاً درآمد خوبی هم دارن صحبت کنیم. این هم بگم که وقتی داشتم اینا رو پیدا میکردم شغل مورد علاقم رو بینشون یافتم. مدل هم عوض شده، موها خوب نبود، برای همین باندانا بستم. نمیدونم اصلا به میاد یا نه، ولی دیگه چاره نداشتم. اینا یه چنگلیه که تازه گرفتم و ذوق داشتم. اوکی، اگه از یوتیوب دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، یادتون نره سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین. حتما کامنت بذارین که سابسکرایبتون نپره. و اگه دارین از اینستاگرام این ویدیو رو میبینین، یادتون نره اگه این ویدیو رو دوست داشتین شیرش کنین، دوستاتون رو تگ کنین، سیوش کنین. با این کارتون خیلی از من حمایت میکنین و خیلی کمک هم میکنین. لایک و کامنت هم که یادتون نره. تو کامنت هم بهم بگین اصلا بالا رو بهم میاد یا نمیاد. میاد یا میره دیگه، بریم. خب بدون هیچ معطلی میریم سراغ شغل اول. اولین شغل اسمش به فارسی چشنده بستنیه. یعنی شما میری بستنی تست میکنی میچشی و حقوق میگیری. به همین راحتی به گزارش مجله فوربس، این آدما با این شغلاشون در سال حدود 56,000 دلار درآمد دارن. شغل دوم پرنسس دیزنیه، شغل رویایی خیلی از افراد. این البته اندازه شغل قبلی درآمدش اونقدر زیاد نیست و 30,000 دلار در سال درآمد دارن، ولی خب کلی وضعیت داره. شما 50% تخفیف توی سفر داری، 40% تخفیف غذا داری، به همه پارک‌های جهان ورودت مجانی میشه و دیزنی ساپورتت میکنه و کلاً اینکه تو کلی لباسای خوشگل مشکل میپوشی و هر روز توی دیزنی لند و جاهایی که مربوط به دیزنی هستم هستی، خودش یه مزیت حساب میشه دیگه. شغل سوم که مورد علاقه منه و کاش که من میتونستم همچین شغلی داشته باشم، تگ کننده یا تگر شبکه نتفلیکسه. همونجوری که احتمالا میدونین نتفلیکس یه شبکه است که فیلم و سریال پخش میکنه و کلی از فیلم و سریال رو ساپورت میکنه. حالا اومده یه سری کارمند نیمه وقت استخدام کرده و کار اینا چیه؟ باید بشینن فیلم و سریال ببینن و ژانرشون رو تک کنن. همین و کلی پول بگیرن. سال 2015 یکی از کارمندای نتفلیکس که تگر هست به اسم جاش گرل برگشت گفتش که این شغل بهترین شغل جهانه و راستم میگه، مخصوصا برای کسایی که فیلم و سریال خیلی دوست داشته باشن. میشینی فیلم سریال نگاه میکنی پول میگیری. من هر روز دارم این کار میکنم و پولی نمیگیرم. شغل بعدی بازیگر نقش جسده. اصلا بهش فکر کرده بودین که این افراد پول میگیرن؟ من فکر میکردم که حالا یکی بده کردن گذاشتن اونجا دیگه، آخه کاری نمیکنن که، ولی پول میگیرن. و شما میتونی با بازی کردن نقشه جسد توی فیلم $200 پول بگیری. یعنی اگه در ماه بری 4 تا جام جسد چی؟ میشه 800. شغل بعدی میتونه برای اکثریت ما مخصوصا تینیجرها مناسب باشه، البته اگه کشور دیگه بودین و صلاحیت این کار داشتین، ولی خب کارمند خوابیدن. حالا این افراد چیکار میکنن؟ ناسا یه سری افراد رو استخدام میکنه که توی تحقیقاتش راجع به استراحت در رخت خواب شرکت کنن و بهشون ماهی، دقت کن، ماهی $5,000 حقوق میده. این افراد که تعدادشون محدود هم هست و یه سری ویژگی ها هم باید داشته باشن، نمیدونم دقیقا، نرفتم بخونم راستشو بخون، ولی به مدت 87 روز باید توی رخت خواب باشن، تحت هیچ شرایطی هم بلند نشن. حالا من فقط داشتم میدونم که دستشویی چجور میرن، ولی خب نوشته بود که غذاشون تو رخت خوابه، خوابشون تو رخت خواب قاعدتاً بدیهی بود. اصلا تلویزیون دارن، همه امکانات دارن، تلویزیون دارن، لپتاپ دارن، تبلت دارن، گیم دارن، میتونن بازی کنن، میتونن تماس بگیرن و حتی فامیل و دوستاشون هم میتونن بیان بهشون سر بزنن، ولی اینا تحت هیچ شرایطی نباید تخت بلند شن. اینا هم چه دراز کش بعد هم کارو بکنن. یه جوری خوبه، یه جوری هم خسته کننده است. 87 روزه. بخو حقوقش خوبه دیگه، من بودم کارو می‌کردم. شغل بعدی
نمیدونم دقیقا چی باید بهش بگم ولی من اسمشو گذاشتم کرم جمع کن و کرم جمع میکنن. آره تا حالا به این فکر کردین که این کرمایی که سر چی اسمش؟ چوب ماهیگیری، سر چوب ماهیگیری میذارن و میذارن تو آب که ماهی بگیرن، این از کجا میاد؟ تا حالا فکر کردین؟ نه من فکر نکردم، شاید شما فکر کرد. اینا یه سری افراد توی روزای بارونی میرن میشینن دنبال کرم میگردن، اونا رو جمع میکنن و توی بازار میفروشنش و درآمدش خوب فکر نکنم اونقدر زیاد باشه، ولی خب شغل دیگه، شغل پاره وقت. اما خوصه دست طرف برو کرم جمع کن برو بفروش. شغل بعدی نویسنده شیرینی های شانسه، کام بهش اینو میگن. آره و اینا چیکار میکنن؟ مثل فال خودمون میمونه، این افراد میشینن چرت و پرت های مغز مریضشون رو روی کاغذ مینویسن به عنوان پیشگویی و فال، حالا همچین چیزایی، و لای شیرینی میذارن و این افراد در سال 40,000 دلار حقوق میگیرن. فکر کن میشین چرت و پرت مینویسی رسما از خودت و مردم هم میخرن و باور میکنن. اینو ببین، همه اینو چرت و پرته. شغل بعدی که شغل آخری هم هست که توی این ویدیو میگم، کلا یعنی میگم چون پارت دیگه قرار نیست داشته باشه، شاید مثلا یه پارت برای شغلای ترسناک بذارم ها، I don't know. حالا شغل بعدی اسمش آدامس پاکونه. این افراد مثل رفتگرهای مهربون میرن، البته نه تو ایران، کشور دیگه، با یه دستگاهی که یه بخار خاصی داره تو سطح شهر میگردن، نیمکت، نمیدونم پارک، صندلی، هر جایی که مثلا آدم چسبیده باشه رو تمیز میکنن، آدم سارو جمع میکنن و اونجا رو باید کامل تمیز کنن و به خاطر این کار حقوق میگیرن. به نظرم کار خوبیه، عجیبه و اصلا نباید کسی آدم سارو بچسبونه جایی، به نظرم تو سطح آشغال، ولی خب شغل دیگه، این کار میکنن و پول میگیرن و کمک میکنن به پاکیزگی سطح شهر. خب اینم از این ویدیو بود، امیدوارم دوستش داشته باشین. بگین، یعنی برام بنویسین تو کامنت ها که کدوم شغل رو دوست داشتین که انتخاب کنین، اگه شرایطش رو داشتین کدوم انتخاب میکنین و کدوم بیشتر دوست دارین. من خودم همون تگر نتفلیکس رو فکرم انتخاب میکردن میکردن what the fuck میکردم، یا همون کارمند خوابیدن، خیلی پولش زیاد بود خدا وکیلی. دوست دارم بدونم، برام جالبه، برام بنویسین که شغل رویاییتون چیه و منظورم از شغل رویایی اینه که اگه میتونستین هر شغلی داشته باشین بدون توجه به استعداد، پول، ساپورت، هر چیزی، چه شغلی انتخاب میکردین؟ شغل رویاییتون چیه؟ نمیم چون اینو پرسیدم، حس کردم جالب میتونه باشه. من خودم شخصا دوست داشتم که، دوست دارم که بازیگر یا خوانندشم. اگه صدام اوکی بود و به استعداد نرب داشت واقعا خوانندگی انتخاب میکردم، ولی الان بازیگری چون صدام اوکی نیست. ولی خب الان که دارم طراحی لباس میخونم چون این هم دوست دارم. سو واسم بنویسین و جواب بدین که از این شغلم کدوم بیشتر دوست داشتین و انتخاب میکردین. همین دیگه، بوس بهتون، بای.